یک شنبه گذشته به مناسبت اولین سالگرد درگذشت معصومه سیحون، هنرمند و مادر گالریداری ایران، مراسمی در گالری سیحون شهر لس آنجلس و با حضور جمعی از هنرمندان و دوستان ایشان برگزار شد. همکارم آرش گزارشی از این مراسم تهیه کرده که با هم ببینیم. در اولین سال روز درگذشت معصومه سیحون، هنرمند و مادر گالریداری ایران، مراسمی در گالری سیحون شهر لس آنجلس و به همت مریم سیحون، دختر معصومه سیحون برگزار شد. در این برنامه آثار چاپ شده 26 هنرمند عکاس و نقاش که به همین مناسبت در گالری سیحون تهران در هفته گذشته و با سخنان آیدین آقداشلو افتتاح شده بود، به همراه 5 کار از هنرمندان ساکن آمریکا برای علاقه‌مندان به نمایش گذاشته شد. تعدادی از هنرمندان بدین مناسبت کارهایشان را به خانواده سیحون تقدیم کردند. ما در لس آنجلس در گالری سیحون لس آنجلس مراسم یادروز ایشون رو گرفتیم. این نمایشگاه تحت عنوان اولین اردیبهشت هست، اولین اردیبهشتی که ایشون در میون هنرمندا، هنر معاصر و خانوادهشون نیستن. ما در اینجا سعی کردیم به همت آقای خسروی، علی خسروی که در این کارها هستن، به ما کمک کردن که ما بتونیم این کارها رو در اینجا به صورت ژیکله بر روی بوم یا به صورت عکس یا پوستر برای بینندگان ارائه بدیم و این خیلی کمک بزرگ بود و بتونیم به مردم تقریبا همون آثاری که در تهران بود بتونیم در اینجا به نمایش بگذاریم. جای معصومه سیحون یه جای والا و بزرگواری بود و تا موقعی که زنده بود، تا موقعی که دست اندر کار شناسایی و معرفی هنر ایران بود، هیچ کس نتونست جاش رو اشغال کنه، برای که تک بود، برای که یونیک بود، برای که این کاره بود، برای که هنر رو میشناخت، با هنر آشنا بود و از طریق معرفی هنر به اصطلاح هنرمندای توی اومدن بازار کار هنری تونست بزرگترین خدمت رو به هنر معاصر ایران انجام بده. در این مراسم ماندانا زندیان، شاعر، و فریدون فرهندوز، گوینده و برنامه ساز تلویزیون، به دلیل علاقه معصومه سیحون به سهراب سپهری، آثاری از او را برای حاضرین قرائت کردند. حس من ادای دینی بود به یکی از بزرگترین زنان هنرمند ایرانی که واقعا در راه هنرهای تجسمی ایران، در راه شناساندن هنرمندان معاصر ایران به جهان، همواره تا آخرین لحظه زندگیش کوشید و به رغم شرایط بسیار وحشتناکی که در این سالهای اخیر بر کشور ما حکم بوده، هرگز از پای ننشست، هرگز از عقیده خودش باز نموند و واقعا برای من افتخار بزرگی بود حضور در چنین مجلسی که مجلس گرامی داشت اون آدم هست. چون این آدم که هیچ وقت از بین نمیره، خانم سیحون همیشه زنده است، همه یاد این بانو رو گرامی میدارن، در اینکه واقعا خانم سیحون زحمت کشید در راه نقاشی ایران و در راه شناسوندن هنر ایران به جهان. افتخار دارم که در این شهر با حضور مریم سیحون، نام پدر و مادرش که هر دو چهره برجسته در جهان هنر هستند، جاودان مانده و خواهد ماند. یکی از خانواده هایی که خیلی بهشون افتخار میکنیم ما ایرانی ها، خانواده سیحون هستن. از آقای مهندس سیحون گرفته تا میاد برسه به خانمشون. واقعا با هنرمندا کار کردن یک کار خیلی سختیه. ایشون خیلی قشنگ با همه واقعا دیل میکرد و با همه کار میکرد و برابری مایه افتخار ما خانوما هست. در ایران این کارها همه برای فروش قرار گرفت و عوایدش قراره بره برای خیریه. اینجا هم اگه افرادی بخوان که این پرینت ها رو بخرن برای فروش هست و عوایدش رو ما اون بخشی که مربوط به گالریه میخوایم بگذاریم برای اون یک تندیسی سال دیگه برای تندیس معصومه سیحون قراره داده بشه که برای بورس باشه برای دانشجویان هنر. همونطور که استاد بزرگ کامبیز درنبخت در اون کار بسیار زیباشون نوشتند خانم سیحون متشکرین، من و خانوادم به همگی شما و همه اونهایی که در ایران عشق به خانواده ما میورزن میگن ما متشکرین.